در آمریکا شرکت عظیم دارویی و بیوتکنولوژی آسترازنکا کارآزمایی متوقف شده واکسن کرونا را پس از تایید های نظارتی از سر و شرکت جانسون ان جانسون نیز در روزهای آینده ادامه تحقیقات را آغاز می کند. گزارش از شیده رضایی در این باره. از سرگرفته گرفته شدن تحقیقات واکسن کووید 19 استرازنیکا و جانسون ان جانسون در آمریکا نشانه ای از یک پیشرفت بزرگ در مبارزه با همگیری جهانی ناشی از ویروس کرونا است که بیش از 42 میلیون نفر را در سراسر دنیا بیمار و موجب مرگ قریب یک میلیون و 150 هزار نفر شده است. این دو کمپانی داروسازی با دولت پرزیدنت ترامپ قرارداد بستند در صورتی که اداره نظارت بر امور غذا و داروی آمریکا کار تایید واکسن موسوم به وارپ سپید را سرعت دهد آنها نیز متقابلا کار ساختن واکسن مورد نیاز برای ایمنسازی تمامی مردم آمریکا را با سریعترین سرعت ممکن به انجام برسانند پژوهش درباره واکسن استرازنیکا روز ششم سپتامبر امسال در پی بروز ترانسفرس میلایتیس در یکی از داوطلبان بریتانیایی متوقف شد و جانسون ان جانسون نیز در واکنش به بروز بیماری در یکی از داوطلبان کارآزمایی واکسن تحقیق را در مرحله نهایی متوقف کرد. هر دو کمپانی پس از آگاه شدن از گزارش یک کمیته مستقل ارزشیابی که حاکی از مثبت بودن نتیجه تحقیق بود از سرگیری پژوهش را آغاز کردند مدیران هر دو شرکت عظیم داروسازی استرازنیکا و جانسون ان جانسون میگویند توقف در کارآزمایی بالینی واکسن امری رایج است و پژوهشگران آنها پس از آزمایش های دقیق و موشکافانه روی داوطلبان بیمار به این نتیجه رسیدند که بیماری آنها ناشی از ایمنسازی نبوده و واکسن تولید شده موثر و بی خطر است. شیده رضایی صدای آمریکا